زنده باشین، دستکایتان درد نکنه، خوش آمدین. چوچه مانده نباشی، خوب هستی؟ وی بیننده های نهایت گرامی، السلام علیکم، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند. ام یگان خاله سنی ام ناس کده وی جانم گور شوانی تحت امی انوان یک تنز داریم و یک خاله میگه در کل دانش دو دندان مانده بود. گفت تو خاله خمی دو تا رام بکش ناخ دان تا بند انداختی، اما تو خوب نرم باشه دانت هیچ ترق و پرق نه. وی نوک چادر مخکتش میگیرم دیگر دول نمانده بود دونم و قرار میگم خب وی جانم گور شوه. یک دو دوستا بودن گفت بیا از که بیکاری سنگ در سابقا گفت بیا یک تبله را پیدا کردن که تیه کرمونی کونه که سه چهار جایش و پاره شدگیان بود اوا فش فش مبرامد با دکاکولای هرمونیهی میخورد شورک میخورد و خواهم هم بزن و هم بیسر و بیتال و بیسر و بیتال و بیت میخوانه ایش هرمونیه میزنه که او تبله میزنه باز تبله رو میگیره ای هرمونیه میگیره بیت و خو غال مقال همسایا عروس سرشان او بیادر شما ایش چی حال دیگر روز کار ندارین دیگه و یه چرا شما تمرین و خطا و بالا همی تمرین و تمرین و تمرین و گای بیا که بریم با مزار و گای همی خواندن رپ و فرادریا و تن و تن گوش سیاهی تو خوشم می آید گرد ورد خوانده میرن دیگه از یک کشت دیگه نمی فاهمه بالاخره یک اندیوال سومیشان پیدا شد. او بچه ها گمستین بخی والا ما خود تمرین داریم چی بادی بیلدری میکن نه موسیقی موسیقی دیگه خود کار نیافتیم بیا که بریم اینا برای یک ساعت تمرین کنیم مشقای ما رسایی که خیلی رفت کت از یا باز برای جغ و بغ و جغ و بغ و دم و دم و دم و دم و خب بر از این زدن والا یا هم گفت برو خوب است آستاستا خوب میشه نه اینم دیگر روز یک ماه بعد هم یه اندیوال سومی میایه بیایی او بچه وقت تمرین کده باشین بیاین کم برای بیادر کلان هم دسمال خوردش هم میگیریم یک یک دعا و فاتیه هست هم اونجا محفل ما را گرم کنین. خب میگه رفتیم شو رسیدیم در بالا سر خانه ما را بردند و صاحب خانه بیادر کلان یا ایش آمد و یک تیپ ماندند و چار پنج تا کسه تا کال ثبت نکنند. ای خب گفت ما شروع کردیم چشم پر دانواز همی گفتم میریم یک دفعه میگه صاحب خانه را گفتیم که او هم یه همسایه تون غال مقال نکنه که یا چی الان نخ نه چی همسایه چی میگه خودشان سگ داره تمام شب غوغو میکنه ما یه چیز نمیگیم یک شب که ما محفل داشتیم چی غال مقال میکنه. خب گفتی شب تیر شد صبح و خواستم شش شش و نیم بجاست که دروازه تق تق شد چیش ماه پر خو خیستم ها کیستی که همی داروسی والا همی دسمال والا اینه کسه تا برام آورده ای کسه تا شو است. او در دیگه اندی والا هم گفتم بیا که خود رفتیم در خانه شدیم کسه تا گفت سر میکنیم و مشنویم خود ما خنده میکنیم نیم ساعت کسه تا در دو ساعت شنیدیم. ای خو گفتم کم کم تشویق شدیم یک چیز پیسه میسام آمد و خو قرا قرا تمرینات زور کردیم و همی خواندن هایی که گردورد بود یارا پس در جای آوردیم و خو مهج کتاب چگک پیدا کردیم و دیگان تو یک های نزدیک کوچگی هم میریم و تا و بالا تا و بالا یعنی یک ماه بعد بازم و بچه اندیوال ما پیدا شد بیا کدم و دسمال بیادرم و دسمال کلانش هم میگیریم باز رفتیم باز لپ و جپانم و تو باز کست سبت ما را آوردن و خب بزن و بکن گفت از این قضیه یک یک و نیم سال تیر شد دیگه یک امی بچه باز پیدا شد گفت بیا که عروسی بیادرم است. این دفعه دیگه بینی ما را نبوری گفت دا وقت دیگه ما یک ذره ربابی نو یاد رقم خود پیدا کرده بدیم یک سارنگی پیدا کرده بدیم که موقع سارنگ نمیزد که گردن شور میخور ترق 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 خب بیادر گفت رفتیم در توی از این گفت شیشتیم تالار از زده از خیمه است بیادر نفرها جمع است دیگه از گفت ما کمو شیشتیم گفتی قصه را باند در جایش که در مبشو اول که ما رفته بودیم یک خالگه که از اطراف به نام خاله جان خاله جان خاله گل جان ای امو شو ما را دیده سر از این بد خورده بودیم بیخی دل بد شده از ما گفت حالا دیگه بچی شوق عوض آمده که یک چار چرخ بازی خودم ده و یک ساز بسر باشه و تا و بالا افتم این مره که دیدم این مره کمی دیدم و خاله گفت وی جانم گور شو باز شما را اردن تڑپا سفتاد آن کرچی کرد
دیگه خاله از جای خود شور نخورد، گفت مسکینه کم جان به جانان تسلیم کرد و توی آمان مارم زده زده ای کدن. دیگه گفتم از او سازم بس کدی، ما یک خالی پیر میگه ده یک تیکسی ششت کدام جایی میره، خب بچی مر طرف فلانی جایی ببر خودم ایرا قصه قصه تیکسیوانا گفت که بچی ما شنیدیم کمی تیکسیوانا زنا رو بالا میکنه خوب چکرام تیکسیوان گفت نه مادر جان، اما تو گپای ناقص مردم میزنن. ای جانم گور شمال که من نو تیکسی یافتم باز گپای ناقص شد. بیننده های نهایت گرامی، یک وقفه که کوتاه داریم و با دو مهمان خود زود زود برمیگردیم. وطندارای نازنین، باز هم شما را خوش آمدید میگم و در انتظار نمیمانم مهمانای خوب برنامه ما. استاد مسعود عظیمی، یکی از سرمعلمای مکاتب شهر کابل، و محمد صمیم احساس، یکی از دلربا نوازان چیره دست کشور. ازشان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن. آقای عظیمی را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند. تشکر جلالی صاحب محترم. به نام خداوند بی‌نهایت مهربان، اولتر هم سلام های خود خدمت هنرپیشه موفق ما، مسئله موفق ما افغانستان، که واقعا جای تقدیر و تمجید است. لطفتان که محترم جلالی صاحب که واقعا هنرش قابل افتخار است، یک کف بلند برش بزنین. وای تشکر. تو آدم عرق قرق میکنه. ثانیاً سلام های خود را خدمت بینندگان در تالار و نوازنده های عزیز و ثالثاً خدمت بینندگان عزیزی که از طریق تلویزیون ما را تماشا میکنند. زنده باشین آقای احساس، خوش آمدی به برنامه ما. خوش باش ماما. اولتر از همه سلام های خود خدمت خودتان جلالی صاحب و خدمت آزیزین در تالار و همه بینندگان تلویزیون و چینل یک. به افتخار برنامه شب خنده میبینین استاد گرامی گاهی وقت. من معمولا به چری مبارک تک نبینم مرخم نمیبرم. آی جا تو عادت کردین خصوصا شبای جمعه و شب شنبه. رادیوی بی بی سی را یک شب میشنیدم، استودیوی شما رفت بود با هارون یوسفی، استاد محشر ستار نواز میمان برنامه بود، یکی از کشورهای خارجی هم وطنای ما زنگ زد خوب استی استاد بخیر استی و اینم یکی از علاقمندایت هستم. و هارون یوسفی گفت بسیار دوستش داری، گفت تا شوانه اینه که تا یک پارچه استاد من نشنم خو نمیبره، امورا که بشنم باز مرا خو میبره. هارون یوسفی چی میگه؟ خو 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 خی دیگه پالوان کار نیست دیگه. خوش استاد خوب استی؟ تشکر زنده باشی. دهی سن خورده تو کالای کلان کلانی بلاش تو کنیم شوق از دیگه. اگر نیه تا رسی او میکنه نیه اما تو بله چی میگه؟ رگه که بدل نیش میزند رگه ساز است. اینه ما تو یک خودتا باز نام خدا دیگم سر تفتاده. آه ولی یالی موسیقی هست کنم چاق میساز جلالی سر خویی؟ آه یالی موسیقی هست کنم دلربا. آه فاهمیدم که دلربا سمی امی 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 تاری از این میگه او میکنه خودی آدم ها که دی ساز یا تو به ساز میزنیش گلواری به جلالی سر تار تنبور خونیز کنم الا غرب سازه ای دل رو باز دلت که وقتی یک پیرو برده گم تو چاوه و چلا میشی مگم دل بردن خو لاغری داره نه والا چاقی هم داره یعنی هر کش میکنی اگه توقعی اون اصاد اونا سوپرد لاغری داره دل رو باز یک چیز پرده مخصن یک قوتی رو بگید در این کانکریت تو که غچه 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 همین چیزی که نکه بیادر چی میکنی تو یه نه تو یک قسم بمیگم نه بازو رقم نیست خو 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 چند سال است که سر و کار داری کتیش؟ تقریبا 8 سال میشه جلالی سه 8 سال 8 سال 8 سال خو استاد خوب هستین؟ زنده باشین سلامت باشین چیزهای خنددار آوردین از سنف هست؟ جلالی سای محترم من پیش شما بسیار کوچک نوازی میکنم خواهش میکنم بفرمایین استاد گرامی شما بسیار بزرگوار هستین پیش ما لطف کردین یک خاطره دارم به حساب امیر اول در آغاز این خاطره میفهم
برای بینندگان عزیز بگویم؟ مشنویم. من دیگه در خانه هستم، طرف مکتب روان هستم. دریشی نکتایی میره کم کاستم فلان، نکتایی زدیم، باکس دیپلماتم گرفتیم. من موبایل گرفتم، بچه‌کم موبایل زنگ موبایل تاخیر داده بود. خب، من دیگه از دنیا بی خبر. در موتور سرویس بالاشم خانه ارزان قیمت بود. در موتور سرویس شدیم، پلیم نام خودم تو سفین جان مرو چاغ تو سوی تغذی ششته بود. بعد پیش خلطام ده پیش بود. یک دفعه صدا زنگ موبایل اومد. میاو. میاو. ما پدر بدر پلیم چی بدر تیم باکس تیم خلطیت به پشک آوردی بیچاره سرش باز کنه امور بیچاره نام نموره پشک چی نشه زار کفک نشه مرا چی میگه رو سفیدم بود صدای موبایل تا است تو مرا میگی ها کم کم صدای موبایل تا است من بکنم چرا سی خجل خجل شدم گفتم چهار تا نفر که بسا کی نکتایی نسا کی دریشی نسا کی صدای موبایل زیر سکت تو بود صدای پشک آ بعضی اوقات نمیتونی همی همی تلفنی کلان جنجال است حالا بسیار کار دک دک فوتیو رفتم یک قماندان اومد خب تلفن بود دک فکر باشم روی چه بود ها یک قماندان که تو بادیگار در اومد که می در اومد چند دقیقه بعد که قرائت شروع شد معمولا قرائت شروع میشه فاتحه ما شما یک دفعه صدای قطغنی پرده اول یک قدم پیش چی پرده اول که بود نه درد دندان میزنه اینم تو اینم رقمی ولی بچاره هرچی بکنه چون از بلد نبوده چون نمون بایل برام هرچی میکنه گل نمیشه باز این زیر زونی خود مانده نمیشه ماندش باز شروع کرد آخر بدن چی کرد از باز که خلق ستن کرد گره برم بودیگار تو میگه گفت شد گل کنگی را گفت ما همی پولیش شدیم گل کنگی را بودیگار دمی تاره گل کرده بودیگار دمی افتی پیش پلش ولی واقعا یک سانه جالب بود و بسیار مخر نکرد سکتو ارسم امروزه که در افغانستان موبایل بخیب یک قسم به حال فلان یک چیز عادی شده ما در پیش موچی رفتم در هیچ کشور تو نیست موبایل یعنی پیش پا افتادن نیست که در کشور است پیش موچی رفتم بوتای مرنگ میکرد یک دو ساعت سعی کرد دید که 12 بجه است زنگ زد به سماورچی یک چونک چای رایی کن بیخی والا خرچه دبل کرد بگم نه در هیچ کشور نه اینه ایران چقدر پیش رفت کرد بولد پیش رفت آدم های عادیش نیست بازت تو در کاری عادی که از خاطر یک چای پنج رو پر چای پنج رو پر خودی او میکن فامورا یه به زنگ میتل بیستی یک برو هم کتیش دوباره روی میکدی برو بدم چای بیار اول که خودت موبایل خریدی چی قصابه رو پیش آمد والا جلالی صاحب دگه سرچپا گرفته بود جای موبایل کنی چه گرفته بود ما که اول خرید و امور زیر چارچ هم در دفتر خوب چارچ کردم دیگه در خانه شدیم اینم این رقمی بند بوتم آواز میکنم این دیگه در این جیب بغل هم از این مصیبت فکر ما نیست اینجا پچق شده تو که او در لرزان بود کم بوگب که نمیتونه آخر سعی میکنم من میگم خدا هم زنبور بود چی بود نزدیک ترسیده بودم از ما چی رقم شد جلالی صاحب جلالی صاحب از ما چی رقم شد من بیدی مفتم تشنام چی با بسته میکنم که دیمی جیب مانده بودم یخن خواهم گرم دم چی افتید امیر اصلا زنگ هم آمده بود که اوکی میکردم کنی زنگ زنگ آمد طرف افتید حال دمو دمو دوباره میتو باباری چالات زنگ میزنه جانب مقابله میگه تو تو صبر کن کنید نیم وقت اوکی نشه کنید بچه رو خوی نال یک قصه از پالوان میشنویم من برای جلالی صاحب یک فکایی میگم خو میگه یک روز دولا فوکا بوده خو یکی لفوک بندیوال خود گفته پدر ما یک آدم بود که شب توی خود 500 زیره را در پلاو انداخته بود لفوک دیگه گفته پدر تو چیز پدر ما که از پلو محمود خان سنگ هم میزنه این در سوربی میرسانه خو لفوک دیگه گفته دو پاش شاید امور تا سوربی نرسانه نزدیکتر برسانه ای لفو که دیگه گفته که حالا تا زیره کم نکنی خسنگ تا ترخم برسانو جلیلی صاحب یک دو تا دوست در میشار یکی دیگر رو میبینن میبینن یکی صداش میکنه مثلا مگه احمد یا محمود میگه محمود بچه چطور هستی جان جور هست حال خوب شدی یا نشدی یه دفعه چی میگه نه بالا بالا هرچی کردم هرچی تداوی کردم هیچ خوب نشد پیش همین خسران پیش همین نفری بخی دو پایستر شدم
یگو پدر گپ نیست هیچ گپ نیست ما تو پرسام میتون پیش دکتر پروفسور است پروفسور که در سطح افغانستان نیست برو کمی دیگه برو بعد نوبت ما که نوبت از بیرو بار است که یک بچه استان تو افج شما برو بعد بین نوبت رو میگیره الو قربانت الو هر جوت جوت بچ میخی وقت با تکلیف است چی مرد که یه پرسار که داد ها رفت پدر منزل سید تو قانون دید که پدر لویزی که نشا کرده و غیره که و غیره تحصیلات در ایتالیا و فرانسه و هندستان و ولایو کشور او چه کشور از رفته رفته بود خو رفته داخل دالیس شد دید که تو طرف مردم مردم قطار قطار است این مستقیم رفت میدان دروازه دان دروازه رفت تیم چپ روسی زی که دیدی گفت کجا میری نمیبینی نوبت چیه تو ازت تر کدی اومدی تو بخی ازت تر کدی گفت پدر تو نوبت مردم قزاش مجا مدار جا جا سوت شده یعنی والا بیادر ما پرسه دارم واسطه ببین پرسه بدش کار جور است بیادر پرسه را که برد چند دقیقه بود احمد گفت برو در جای نوسته میتونی برو این جلالی سب داخل با پالوان از خنده کنی جلالی سب داخل خوش داخل جلالی سب که رفت نه دکترم دیگه نام خدا تو سمیم وره چاخ عینک گفت نیم جدا گرد گرد ماندگی سرمیز کار کردم میرفت کار میکرد گفت دکتر سب بخی وزم خراب است ولی نمی خسرانم مره خب بیا میکنم هر روزش تمسفر میشم یکی سایدش کرد نقصان نشتا کرد میری گفت نه دو خوری پایین اونجا کرفتی دیگه دو خوری نمیری گفت اونو اونجا میری دوایت یک فیلی کنی دوای اسی اونو اونجا است الان استاد تا مقبول فشت میکنی ولی اگر زبان خوشکی میکنه خب الان زبان او زبانش خوشکی میکنه یک کوپ برد میتونم نمیده اصلا ای که نقصه گرفت رفت نه پایان کرد پس آور دواره گفت شربت هست روستی وقت میخوری تابلت رو چهار وقت خمیدی دو ماه بعد پس میگی این را مردکه بدر دوای ما خود تطبیق کرد سه ماه بعد تیر شد نیست پس نامد دیگه آل کوک بخورین که دول شد فکر کنم که فشت و تق و کلش یک جای میشه خدا من نگیره دفعه خدا من نگیره بدر دوار خورد تصادفی که سه ماه بعد بازم رفیق خدا دید که مامو جان چطور شد؟ ساعتت خوب شد؟ جور شد یا نه؟ این چی میگه؟ نه والا چرا قبل استاز گفت خوب شدی نه شدی؟ آه گفت خوب شدی چطور کنیم تو تاثیر کرد دکتر پروفیسور یا نه؟ نه والا استاد جانش بلاقش سوخت است میگیم بار کدام خوشکی کرد والا استاد والا اینا پالوان چطور استی؟ نگفتی بود خوب است وای بیننده عزیز یک وقفه کوتاه بیننده عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم حال نزدیک با نواسم یک آمد از مکتب مانده و زلت جگر خون آمد بیبیش گفت مکتب یعنی جگر خون هست یک رقم گفته بیبی جان مرا معلم پرسان کرد که امین نادر خان کی از تخت انداخت من گفتم ما چیم و این گفت جان گورک کار خود تسگنی خود جواب شمی دادی خیال بیبیش که نادر خان سینفیش هست از تخت انداختش خب جلالی صاحب از پالوان صدا ندارم بهتون میکنم یعنی جلالی صاحب میگه استاد در صنف آمد شاگرده را گفت بچه تخته پاک دارین که تخته را پاک کنم خو شاگرده گفته نه گفته خیلی قاستشنا بدین که تخته را پاک کنم شاگرده گفته قاستشنا بم نیست یک لوده از آخر صدا گفته استاد که قلق پاک نمیشه Thank you.
تختش آمد که داخل ساعت یک زدن کندن هست یک بچه ای طرف می دهد یک بچه اون طرف می دهد که یک آر هست که ایران بونی کمی آمد گوشه که مکم گرفت مکم گرفت گفت کجاست که مالبتان ها چی داری گفت گفت انگلیسی داریم کجاست مالبتان گفت مالبتان کجاست ها کدیش دیا تیغال هست خبانه گوشه مالبه گرفته خالی دلربا صدا داره نداره چرا خواست؟ آه چرا نداره داره؟ بله ها چی کنیم استاد؟ یک پارچه می نبوده؟ یک پارچه بله بنوازه یک پارچه اگه استاد موافق باشه امروی از اینا یک جب بنوازه استاد چی می نوازه کرد شو؟ خودشان می فلوت هست قروت هست؟ فلوت فلوت فلوت؟ ها خب من میگم قروت هست واوا بسیار مقبول کدام نغمه را میرین سمیم آقا؟ یک نغمه این دیز قدیمی است که با میری زهر جبین دکه نمیتنی همه تمانت تمانت میزنی که چاق شدی تو خوب سعید نساییدیش که موتر که در بلندی زور میزنی یعنی او خونمو تو یک جور محکم کن به جلالی سایی او رقم از آواز نمیکشه باید باد بخارش بیرون بکشه خب آها این بیرون نمیکشه درون بیمونه مثل ویلون وره از استاد یک نفر چیز خنددار میشته یک نفر میگه نو سوادانبوزی تمیز خواندن روشان نو یاد گرفته نو یاد گرفته کورس بی سوادی میره کورس بی سوادی میخواند بله سو. میگه دکان دید که نشته بود چپس گرم بزن چی؟ چپس گرم بزن خب چی خونده؟ چپشکو گرم بزن رفته بده ده اوتل میره با اجازت فهمیده که بارسون قیل میکنه میزنه گرم اوتلی می اوتلی قیل کنه میزنه گرم هم یار کنیم گیرش میره تو فروشنده و خریدار چپا میگه درف میزنه شه چارده چارپای رو محکم گرفتن که بدر چی گپ هست؟ چی میکنی گفت اوتل هست بدر؟ اینجا کلاب پالونی نیست؟ بیادر چیزی که دلوی تان از گفت نوشتا که چپش کو گرم بزن گفت بیادر اون نه چپس گرم بزن باز یک وقت فکر کتا و زود برمیگرد بیندای عزیز یک گدایگر میگه پلیس پیش انداخته بود دستایشان بسته کده بودم تو یگان دک مکان میداد شیرسونی اوزه میبرد و خب بالاخره هم یادم ده چی گریان شد گفت خو خیر ارمان که زنم مرده زنم مگه نمیمرد ولگه ولگه آقایت مرا برده میتانست این پلیس گفت چرا زنت پیسدار بود چی تو آقایش پیسدار بود نه خو گدایی میکد ما در خانه میبودم پارلمان افغانستان اگر فکر باشه جلالی صاحب در وقتهای سابق نظام پارلمان نظام که بود پارلمان دیگه که به حساب چی میکنن این رقمی یار دعوت کرده بودن به حساب در خارج در ژاپن در ژاپن اگر رواج بود یک سیستم بود که هر کشوری که مسابقه میتن باید سرود ملی خودم بخونن خب خب جرمنی خوان سرود ملی خود ورزش شد ورزش خلاص در پشکارش با امریکایی همچنان حاضر قیاس نوبت افغانستان رسید اینجا پارلمانان هم خدا شکما مینم قدر کتا کتا بود کتا کتا فیل فیل بچه‌ش گفت خدا بیخ شرم از گفت شما سرود ملی را یادداشت باشه سا شرم است هیچ جوابم ندارم چطور کنیم گفت خدا سرود ملی کشور باید کلی یک مشک باید یاد داشته باشه
یک دفعه همی پالوان کلان صدا کرد که ما از ارچی خانم شما از پشت میخوانیم. گفت سعید برو شروع کرد دیگه. شروع کرد گفت ما کودکانیم شیرین زبانیم از کودکستان. کمه تو میگه یک دفعه رئیس المپیک گفت بس 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 بس. او کودکایی زیقه کتا کتا هست. خدا مشتو کایی زیقه باشه. استاد از او قصای میگه یک زن پیچه سفید رفت دمریکا دمریکا که رفت اونجا که سیستم قایده و قانون است باید که کلگی رایت کنه این بچه پیچه سفید نمیفهمید اگه افغانی دیگه در موتر سرویس بالا شد در روزه پیش نکرد در روزه باید خود نفر که بالا میشه پیش کنه همین نگران آمد گفت شد در دور یعنی در روزه بسته کن این خیالی دو میزنه گفت شکل خودت دکر گفت پلیس شد در دور گفت گفت در پدر رسید شکل بابی تگور شکل نه تگور شکل آقای تگور نیت تزدن شروع کرده میشه تنهایی بنوازیم؟ بله جلالی صاحب تنهایی می نوازم تا از مساسرانگه چی را؟ مخاندانه که دل در خون تپیده ایم تپیده ای داره مشنویم اجازه؟ بفر خانه تمرین میکنه همسایا خوغال مقال نمیکنه نه جلالی صاحب یه تعلیم موسیقی است که دایی اتاق بنا و جلدگاه اتاق کس نمشنه سیگو تنها خودش مشنه همسایا نیست و خود میزنید ها جلالی صاحب دیگه کس نیست چی کار میکنی غیر دل ربا سمیم جان غیر دل ربا جلالی صاحب نلدوان هستم در شرکت نلدوانی میکنه خوب آیدش خوب است ها جلالی صاحب یک زن تلفون کرد بر نلدوان گفتم نلدوان تا نرایی کن کمی نل خراب شده خوی آمده یک پانزه دقیقه قموجه تاو پیج داد خلا شد زنکر گفت مرا پیسه ما گفت چند شد گفت چار و نیم هزار خوی ایگو جان تا گور کنی چه پانزه دقیقه کار نکدی چار و نیم هزار از ما شوی ما داکتر است چقدر است خان تار موی در سرش نمانده اینه در سرش دیگه مسواری کتابای شو جماندگی است خان 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 حال حال یک مریض است چقدر سر زامت میکشه یک و نیم صد یا صدر پا وجشه دیگه این نلدوان چی میگه مارا مارا خالا جان پیسه ما خودم داکتر بودم ایلا کدم غریبی نداشت حال نلدوانی میکنم خوش دیگه چی بشنویم؟ جلالی صاحب برد یک فکایی میگم میگه یک روز یک بچه نامزاد داشته این تصمیم داشته که شب جمعه بوده که بره خانه نامزاد خود سودا مودا یارا گرفته چی خریده سودا؟ نه این میوه و کلچه چی مثلا؟ مثلا سیب خب سیب خریده ای میرفت طرف خانه خود سر خود بسیار درگه بخود تو میرفته کمیره من گفتم بفهم که خانه نامزاد آدم چی میبره سیب میبرده جلالی صاحب خب ای بسیار در کلمه خود تو میگفته پدرش گفته بچه این فکرت باشه که اونجا که رفتی خانه خسر تو نگویی که بعد از شما بگوین و این بچه رفته خانه خسر خود گفته شما چطور هستین شما اولیتان شما چطور هست شما مرغانچیتان شما چطور هست مرغ شما شما چطور هست شما شما ای بسیار زیاد میگفته دیگه ای تو تو بوده خویی را شما شما گفته پدره ای در شب نان خوردن در اتاق کشیشتن اینجا تفنگ بند بوده تفنگ خسرش
یک پیر بچه گفته خون حالا این تفنگ بگویم خب پدر ما گفته بود که تو نگویی این شما بگو گفته شما فنگتون چطوره خوبیش یک بچه نامش لایق بوده نام دیگهش امریکا خب بسیار تنبل بودن دیگه بیاد تنبل بودن صبحش به صبح تفتش میامده در میستم فزیر اجرابی میکردن نگرانش گفت به خدا گفت شما تا بیاین چپس تانو میکشم همین شما تا شما تا بخزن ابرو میره این بچه ها گپ گوش نکردن صبح اومدن صبح که اومد دید که معلم نگران دید باز که اینا اردش هست گفت برو بشه وقت زیر میذارن امریکا گفت تا تشنو پچو خب تو تشنو پچو تو لایق تو زیر میذاره ها لایق زیر میذاره اومد امریکا رفت تشنو پچو تفتش اومد دفسن در اومد معلم گفت جداست که مگرزوبی کنم ها بفرمایید گفت لایق قسم کی است طلاق زیر میز برام اومد یعنی گفت بس شما کات گفت لای کسی بچه ما تو مزون چی هست؟ گفت جغرافیا و بچه میخوای بگو خواهیم امریکا در کجا واقعیت داره؟ تو در تشنابا؟ یک روز جلالی صاحب خب یک نفر از دگه نفر پرسان کده گفته در می پنج سیر برنج چند سیر روغن کار است خب این نفر گفته در پنج برنج کجایی؟ بغلان یا پاکستانی؟ نه برنج بغلان خب گفته در پنج سیر برنج پنج سیر روغن بکار است این نفر گفته چطور در پنج سیر برنج پنج سیر روغن گفته خیال پلا ورچقه که چرتر باشم از این زیاد است خیال برنج خیال برنج هرچی چرتر باشه خوبه جلوی سب از بچک میمون خانش آمده بود یک جنرال بود اینجا مطالعه و نشانه اونجا پدر خود گفت پدر گفت اون رفیق تست گفت رفیق مز بچه به بغل پدر خوشش بود بچک پدر نو چی از اینجاش است گفت بچه میسار جنگار به در جنگار برده در جنگا قرمان شده کمدی مطالعه رو گرفته یک صدا صدا میکنه بلند پدر تو کد مادرم که جنگ میکنی چرا مطالعه نمیگیری سمیم جان یک بوتل کوک کشتی داری؟ میفرست نست تو خورد یک میره باشه آجا تشکر جلالی سلام تبریک میگم برات نباشه تا که مهمان برنامه امامی کوک نوش جان میکنه کم کم زود زود برمیگرد بینده عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم یک آدم دیگه دو زن داشته گلاباریت سنک از یاب پخته بوده همه سرکش ماش و برنج که میگن این ماش و برنج چی؟ ماش؟ ماش و برنج دیگه برنج یه دیگه سیاه و سفید یک زن جوان یک زن پیر پیش زن پیر که میره این میشینم و مویای سیاهش کنده میره که باشی رقم ما پیر شوه که زن جوان و قضیات که تشلاقه نگیره پیش زن جوان که میره او سفیدایش میکنه که بانی همو سیاهایش بانه که یعنی جوان معلوم شوه کتی ما باشه اینه ای آدم شش ماه بعد اینه دیگش کلش تربوز باره کلش وقت زن کدنت که شد؟ هفت زن جلولی سای خو که تمی دل روبا که تمی دل روبا جلالی سر خو نه بدون از یه هفته که تا زی هشت شو جف شو نه خو میتونه هفته از بس توانش هست آقای چند زن کده بود آقایم یک زن بابا کلان چند زن کده بود بابا کلان مام یک زن خیلی تو چی تو هفت زن خو جلالی صاحب دیگه ما میخوایم که فامیل ارماند از وارو با پوره کنم هفت زن ما بگیرم بیشک والا غریبی است خیلی تیز شروع کنید که باز ناوقت نشه سرد نگه افغانی در افریقا رفته اونجا می در باقوشان نگه افریقایی از این سوال کده گفته شما تومسا را به افغانی چی میگن؟ یه افغانی والا گفته که حالا اگه ما تومسا بگویم خیلی مرا نزنه گفته ما بد کنیم که تومسا را چیز بگویم خارج رفتی؟ حالا پاکستان رفتیم جلالی صاحب دیگه خارج نیست صاحب نیزیکار رفتیم خب این پاکستان ایسون طرف های غرب نه جلالی صاحب نرفت چه وقت میری بخیر؟ والا دیگه
چی کنیم که بریم جلالی صاحب؟ آه والا گنی چی خود خوش هستی؟ آه گمش چی کنیم؟ مادر دامه خورم ناخ چشم ما در چشم کافر ها بخورد والا نه ها؟ این هم اینجا هم زیاد هست نام خدا خیلی هم باید که گفتی باید هم میخوانم یک صدا خو بر ما بخوان دیگه خب جلالی صاحب میخونه چرا؟ بگی خیم مای که بگی خالد جانو نکتید موسیقی را از کجا بگیره؟ از ری مینور از چی؟ از ری 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 تو باور با خدا کن که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست کسی داد رسم نیست تو باور با خدا کن که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست کسی داد رسم نیست کسی داد رسم نیست با چشمانی تو جا داره دل من نگاه آشنا داره دل من نمیخوانی تو آهنگ دلم را چه شیرین نغمه ها داره دل من تو باور با خدا کن که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست کسی داد رسم نیست تو باور با خدا کن که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست کسی داد رسم نیست کسی داد رسم نیست ماشاءالله مقبول مقبول بکرم وقت وزن خودم بگه که جز عشق تو هرگز خوب است یک پارچه تنهایی از استاد میشنویم یک روز دکترها آمده در دیوانه خانه که دیوانه خود چه کنه کدامش جور شده که را رخصت کنه یک در آمده کلشان سایل و ساز چک چک و بازی داره دوتا از این گوشم تا قرار شیشده گفته شما دکتر گفته حالا بخیال میدید تو جور شده که سوال پرسان کرد از پیش گفته شما تا چرا باید بازی نمیکنی گفته ما شاه و روس هستیم Thank you.
بیننده های نهایت گرامی بود برنامه شبخند با ابراز تشکر از هر دو مهمان گرامی ما قدم رنج فرمودن و ما منتظر انتقادات پیشنهادات یگان طنز و فکاهی جالب یا مهمان جالب هستیم. آدرس ما shabkhand@1tvmedia.com و با شماره تماس ما روی صفحه تلویزیون است. میتونین در تماس شوین. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.